سلام دوستان، خب تو این ویدیو میخواییم در خصوص اینکه چطور میتونیم یک افزونه رو توی اکسل اضافه کنیم یا اینکه حذفش بکنیم صحبت بکنیم. اول بگیم افزونه چی هستش؟ افزونه یا همون ادینز ها یک سری ابزارها یا کدهایی هستن که نوشته شده مثل یک نرم افزار میمونن، نرم افزار خیلی کوچیک، برای اینکه به قابلیت های یک نرم افزار اصلی اضافه کنن. مثلا الان اینجا من توی اکسل ریبون ها به صورت عادی به این شکل هست، حالا شاید بعضی ها دیولوپر تب رو نبینن که اینم در واقع واسه خود اکسل و اضافه شده و یه سری ابزار اینجا هستش. بعضی وقتا ما احساس میکنیم که این ابزارها جوابگو و پاسخگوی کارهایی که انجام میدیم نیستن و نیاز داریم یه سری ابزار دیگه ای داشته باشیم. به طور مثال اگر افزونه دیتا آنالیز توی اکسل رو داشته دیده باشین و فعال کرده باشین، تو تب دیتا مثلا اینجا میبینیم، یا افزونه سالور، اینا افزونه‌هایی هستن مثلا یکی واسه تجزیه تحلیل داده هاست و کارهای آماری توش انجام میدن و خودکار توی اکسل وجود داره، فقط باید فعالش بکنیم که حالا بهتون میگیم، یا سالور که واسه بهینه سازی هستش و مدل سازی ریاضی هستش که اینا جزء ابزارهای اصلی اکسل نیستن. اما مایکروسافت اومده خودش یک دو تا افزونه رو داده، سالور و دیتا آنالیز رو، و تو پکیجش قرار داده واسه افرادی که نیاز دارن اینا رو فعال میکنن و استفاده میکنن. حالا بعضی وقتا ما شاید یه سری ابزارهای دیگه رو لازم داشته باشیم و بخوایم افزونه رو ایجاد بکنیم یا تولید بکنیم. اگر خودمون برنامه نویسی وی بی ای بلد باشیم که میتونیم اینا رو بنویسیم، یا اینکه میتونیم بریم از وبسایت‌ها یا جاهای دیگه اون افزونه‌ها رو ببینیم، دانلود بکنیم و استفاده بکنیم. مثلا توی وبسایت ما یه افزونه واسه ابزارهای جانبی قرار دادیم به نام اکسترا تولز که اگر دانلودش بکنیم مثلا توی یه فولدر به این شکل با پسوند xlam می‌بینیم. اگر xlam باشه، xlam باشه، یعنی که یک افزونه هستش. خب حالا من چطور میتونم این افزونه رو نصب بکنم و فعال بکنم تو اکسلم و چطور میتونم حذفش بکنم؟ اگر برم تو قسمت فایل، آپشنز، تو قسمت ادینز، اینجا یه دکمه گو داره بزنم، این افزونهایی که از پیش قرار داده شده رو میتونیم ببینیم. مثلا این دیتا پروسس و یورو کرنسی تولز ابزار افزونه‌هایی هستش که من از جای دیگه دانلود کردم و حالا فعال نیستش ولی دارمشون و میتونم فعال کنم. اما آنالیز تول پک و آنالیز تول پک وی بی ای با سالور ادین توی همه مایکروسافت اکسل ها باید وجود داشته باشه و اگر این چک باکس رو بزنین اون وقت میتونین این و اوکیش بکنین، میتونین سالور و دیتا آنالیز رو اینجا ببینین. حالا من اون افزونه خودم رو بخوام فعال بکنم که تازه دانلودش کردم چطور؟ باید براوز رو بزنم، برم تو اون فولدری که وجود داره توی اینجا مای ادینز، توی این فولدری که من اون رو دانلود کردم و قرار دادم این رو سلکت میکنم و اون وقت اوکیش میکنم. توجه بکنین اگر این افزونه رو دانلود کردین و توی این فولدر گذاشتینش و بعد اینجا براوز کردین، دیگه جاش نباید تغییر بکنه. پس وقتی دانلود میکنین توی یه فولدری قرار بدینش که میدونین دیگه اونو تغییرش نمیدین، جاشو عوض نمیکنین. خب بعدش میاد اینجا اکسترا تولز رو میبینین، خودش تیکش هم زده، یعنی فعالش میخوایم بکنیم و بعد اوکی میکنیم. حالا این ادینز ما به جای اینکه اینجا ابزار اضافه کنه یه دونه بار اضافه میکنه، یه تب اینجا اضافه میکنه که اکسترا هستش و ابزارهای خودش رو داره. پس من از این طریق تونستم افزونه اکسترا رو فعال کنم. حالا چطور میتونم غیر فعالش کنم؟ میرم تو همون فایل آپشنز ادینز گو رو بزنم، این چک باکس رو بردارم، اوکی کنم، این دیگه غیر فعال میشه. اما بعضی وقتا من میخوام اصلا این اکسترا رو نبینم. ببینید الان اینجا بیام گو کنم، این اکسترا رو هنوز میبینم، اکسترا تولز رو نمیخوام دیگه ببینمش. چیکار باید بکنم؟ باید بیام یا تو همین فولدری که افزونه وجود داشته این رو جاشو عوض کنم، یا اینکه دلیتش کنم، یا اینکه رینیمش کنم. بر فرض مثلا من اینجا اولد می نویسم که اسمش عوض شده باشه، نمیخوام پاکش کنم، میخوام داشته باشمش. حالا فعلا اگر خواستی میتونین دلیتش کنین یا اصلا جاشو عوض کنین. اگر جاشم عوض بشه اینطوری میشه. بعد میام تو قسمت فایل آپشنز
توی ادینز گو رو میزنم ببینم هنوز این اکسترا تولز رو میبینم. این دفعه چک باکس رو بذارم میگه نمیتونم اینو پیدا کنم توی این مسیری که به من گفتی وجود نداره. میخوای از لیستت پاکش کنم؟ میگم آره. دیگه از این لیست پاک میشه و اوکی میکنم. پس از این طریق میتونم یک افزونه رو نصب بکنم یا اینکه حذفش بکنم یا اینکه کلا اصلا تو از لیستم حذفش بکنم. ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.